توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که از ناوقت دیشب به دست ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. عشق پای مرا به افغانستان کشاند. دختر آفریقایی که به حیث مدیر در فرودگاه دبی کار میکرد، بعد از دیدن پسر افغان عاشق وی می شود و تصمیم می گیرد همراهش ازدواج کند. ثمره ازدواج این زوج آفریقایی و افغان یک دخترک است و این خانم می گوید خیلی خوشبخت هستم که با این پسر افغان عروسی کردم و در افغانستان زندگی می کنم. الحمدلله، پیروزی بزرگ ما مبارک. احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار شایسته هنرهای مختلط رزمی کشور، توانست در رویداد 124 سازمان LFA آمریکا حریف آمریکایی خود را به نام جیمز ویلسون پس از 3 راوند مبارزه جذاب و دیدنی با امتیاز داوران شکست بدهد و اولین شکست جیمز ویلسون رقم بخورد. شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌دهند منبع موثق قرار است که بسم الله محمدی طرح نظامی خود را بر رهبری جبهه مقاومت پیشکش کند و رهبری نبرد جبهه مقاومت را به دست بگیرد. دیدگاه شما چیست؟ و در پایان، درود بر پیامبر صادق و راستگو. از این حدیث، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، تا وقتی که کفش مرد با او یعنی صاحبش گپ نزند قیامت قائم نخواهد شد. در تعجب بودم و همیشه میپرسیدم چگونه پاپوش ها یا بوت های شخص با او گپ میزند، تا اینکه اختراع جدیدی را در بوت های برای نابینایان دیدم که با نابینا سخن گفته او را از خطر آگاه میسازد. این کفش ها با وسایل هوشمند مجهز و از طریق بلوتوت با گوشی وصل بوده که در موقع خطر به لرزه می آید و با صدا پوشنده را آگاه می سازد. درود بر پیامبری که از هوای نفس سخن نمی گفت. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.